بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بنندگان عزيز ومحترم خدمتي شمام عرض سلام و ادب و احترام داره بحث در مورد علامه مجلسی و کتاب بحار انواب بود که گفتیم در این قسمت های پایانی سرتیت هایی از کتاب های مختلف علامه مجلسی از بحار انباب ایشون ذکر خواهیم کرد و نام خواهیم بود تا بینندگان عزیز و محتم اولا بدانند در چه ابوابی ما روایت داریم و وسعت روایات ما تا چه اندازه است و چقدر روایات در سطوح مختلف و در زمینه های مختلف وارد شده بیان شده از اهل بیت علیه مصلاط و السلام به ما یاد دادن مسائل مختلف را و اینکه اگر شخصی مایل بود مثلا یکی از این سبتیت ها عناوین براش جالب به نظر اومد خیلی راحت میتونه طبق اون شما به جلدی که ما خدمتش بیان میکنیم به اون کتاب بحاب انواع مراجعه کنه حالا چه در اینترنت چه در اپلیکیشن هایی که به موبایل هست اینها رو میتونه مراجعه کنه و به راحتی در دسترس داشته باشه رسیدیم به جلد پونزدهم تا بیس و دوم که گفتیم کتابی است در احوالات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرگذشت پدران ایشون را نقل می کند علامه وزیسی سپس شرح و حقیقت معجزه بودن قرآن را بیان میکنه به چه دلیل قرآن معجزه است معجزه است از طرف خدا برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله میگه قرآن چیه خودش مجموعه از آیات صحبت است کلماتم چطور میشه یک کلمه معجزه باشد اونجا مفصلا همچنین شرح حال مجموعی از بزرگان اصحاب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درش هست که ابو ذر غفاری ضمن سلمان فارسی عمار مقداد و برخی دیگر از اصحاب بزرگوار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ایشون ذکر میکنه که مجموع این کتاب ها این چند کتاب جلد 15 هم تا 22 مجموعا 72 باب هست که ما به بعضی از ابواب فقط اشاره کردیم چون بنا بر و بنا بر این نیست که خیلی طولانی بشه بحث فقط گفتیم یک مقداری که بیننده عزیز و محترم آشناتر بشه با کتاب بهاب الانوار جلد 23 تا 27 کتابی است در مشترک احوالات ائمه اطهار علیه الصلاه و السلام یعنی تمام اهل بیت چه چیزهای مشترکی درشون هست که مقتضا و لازمی همون امامت یعنی اگر امامتی بود مقتضا و لازمش هم وجود همچین مشخصاتیه یا همچین ویژگی است همچین صفاتیه که مجموعه اینها و علامه مجلسی بیان میکنه که فرقی نمیکنه امیر المؤمنین باشه امام صادق باشه یا امام عسکری تمام این صفات در تمام ائمه مشترک و موجود هست شرایط امامت و اینها، چگونگی ولایت اونها، چطور یک امام امام میشه و چطور بهش تمام علوم منتقل میشه، چطور علم غیب را دارا میشه و علم غیب پیدا میکنه شعون غریبه اونها که چه احوالاتی داشتند به عنوان اینکه که شاید جسمشون جسم خاکی باشد چه طینتشون با بقیه بشر فرق میکنه همونطور که در روایت است از امام صادق علیه الصلاه و السلام خلقت قلوبنا من اعلا علیین از اعلا علیین قلب های ما ساخته شد قلب منظور اون باطن اون وجود اون روحه و خلقت ابداننا من دون ذلك یه درجه پایین تب بدن ما را خداوند از اون تینت که در فردوس اعلا وجود داره خلق کرد و خلق قلوب شیعتنا اون اواحشی شیعیان ما را من طینت ابداننا از همون تینت و همون سوشت و همون گلی که با اون بدنهای ما را به تصویر کشید خداوند عز و از اون اواحشی شیعیان ما را خلق کرد و خلق ابدانهم من دون ذلك بدنهای اونها را گل بدنهای اونها بازم یک مرتبه پایین تر از گل بدن ما هاست ولذا نحنو نحن الیهم و یحنون الینا برای همینه که دل های ما به هم راه داره برای همینه که ما به اونها محبت داریم مودت داریم عشق میورزیم و اونها را دوست داریم و اونها هم ما را دوست دارند به ما عشق می‌ورزند محبت دارند مودت دارند اینها رو با اینجا بیان میکنه و برتری آنها مقاماتشون شعنشون اینکه امکان نداره یکی از ائمه با یکی از افراد بنی بشر مقایسه بشه هر کس میخواهد باشد حتی انبیاء الهی قابل مقایسه با ائمه نیستن چرا که ائمه مقامشون والاتر و بالاتر که من یک اشاره به یک حدیثی تنها بکنم و رد بشم و اون حدیثی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ك لم يبعث الله نبيا خدا هیچ پیامبری و الا ان اخذ منه الميثاق من مزمون روايات البته نقل الا إلا وَأَخَذَ منه الميثاق او العهد بوصالتي مگه اینکه عهد و میثاق گرفته باشه یا پیمانی گرفته و ولایت علی علیه الصلاة والسلام و امامت و خلافت بلافصل امی و المؤمنین و در بعضی از روایات هست و محبت فاطمه و محبت و دوستی حضرت زهرا سلام الله علیها یعنی شرط دادن رسالت و نبوت به انبیا این ستا بوده اقرام و پیمان و عهد نسبت به رسالت نبی اکرم و نسبت به ولایت امیر و نسبت به محبت حضرت زهرا سلام الله علیها و مودت به ایشو که این خودش نشانه بر دیگه وقتی که شرطی قرار بگیره به اون شیء خلاصه نشانه به است خصوصا در این مطالب حالا ممکنه شما یک مثال نقضی بیابید ولی مقصود در این مسائل وقتی که میخوان یک شخصی را یک منصبی بهش بدن میانا شما به این شرط این منصب رو بهت میدیم مثلا منصب رئیس وزرایی را که به مقام ریاست جمهوری اعتقاد پیدا کنی ایمان داشته باشه که ایشون بتونه به شما تنفیز کنه این حکم و امثال اینها ثواب دوستی آنها که چقدر ثواب داره چه منقبتی چه فضائلی چه مقاماتی شیعیان میتونن به دست بیابند توسط محبت اهل بیت و به کجاها میرسند و فضیلت ذبیه آنان نوادگان آنها ذبیه آنها که سادات باشند تمام این ذبیه بالاخره روایات مختلفی هست در احترام به سادات نقل میشه که مرحوم شیخ احمد سیبوی رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه این منبری این خطیب این متکلم این سخران مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که مخلص بود واقعا گاهن میشد به منبر بود در حال سخنرانی بود و یک بچه سیدی وارد میشد نه که یه شخصیت عالم بزرگی آنچنانی باشه گاهن یک بچه سیدی نقل میکنم وارد مجلس میشد ایشون روی خود منبر براش بلند میشد و بقیه را هم ام میکرد و گاهن مجبور میکرد به این که برای او وقوف کنن بیستند و به او احترام بذارند در روایات دیگه هست النظر الی عباده نگاه به صورت نوادگان من و زبیه من نسل من که سادات هستن و تا روز قیامت ان الله ادامه پیدا میکنند این عبادت همین که شما نگاه کنید به صورت این که از زبیه و از سلاله نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عبادت می باشد این مجموعه این چند کتاب که که در مشترکات اهل بیت و احوالات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام هست در 150 باب ذکر شده میاییم به سراغ جلدهای بعدی جلد 28 تا 34 که جلدهای مربوط به قضیه فتن بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ماجرای سقیفه غصب خلافت قضیه فدک و تمام اینها رو علامه مجلسی در این چند جلد ذکر میکنه همچنین سیرت حکام به سگانه بند از پیانبر اون سه نفری که بند از پیانبر به ناحق به منصب خلافت نشستند اینها به ذکر میکنه چه کارا کردن چه سنت ها عوض کردن چه بدعت ها ایجاد کردن تمامش رو ذکر میکنه سپس منتقل میشه به تاریخ امیر المؤمنین علیه السلام و السلام و در اونجا جنگ جمل را چرح و روایات, که روایات تاریخی که و روایاتی که از اهل بیت علیه مصالات و سلام هست و در این باب در این بحث میابه به جنگ سفین اشاره میکنه نهروان را ذکر میکنه گوی معاویه از عراق رو بیان میکنه که چقدر ثروت ها معاویه از عراق بیرون بود و به مملکت خودش به حکومتش و به اون ممتلکات و دارایی های خودش اضافه کرد احوال بعضی از اصحاب امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و السلام شرح میده و به شرح برخی از نام های حضرت امیر علیه الصلاة و السلام میپردازه چون بعضی از اسماء هست نسبت به امیر المؤمنین و القاب هست که مختص به ایشونه مثل همین لقب امیر المؤمنین که مختص به امیر المؤمنینه شما حتی حق نداری به هیچ یک از ائمه این لقب را نسبت بدی با که همه شون امیر المؤمنینن یعنی سید و صلاب مؤمنینن که شکی درش نیست امن اما این صفات این لقب فقط مختص علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام در روایت هست شخصی بر امام صادق علیه الصلاة و السلام وابد شد و قال السلام علیک یا امیر المؤمنین همین که وابد شد گفت السلام علیک سلام بر توی امیر المؤمنین همون جا دب جا امام صادق عليه الصلاة والسلام بهش فهمودن صح يعني ساكت شو انها تخص علي ابن ابي طالب يا انه يخص علي ابن ابي طالب ام مخصوص امي والمؤمنين انصفات تحقنا دي بهيك شيك أئمة سلام وبدي فلا ولهذا شما زیارات اهل بیت همه را نگاه کنین غیر امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه علی ابن ابی طالب این لقب رو شما پیدا نمیکنید برای همین است که در تمام شیعیان این تو ذهنشون هست همین که اگر شخصی بگه امیر المؤمنین منتقل میشه ذهنش به امام علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه و به بقیه ائمه منتقل نمیشه که این چند جلد در 62 باب علامه با اونها می پردازه. سپس از جلد ۳۵ تا ۴۲ از ۳۵ تا ۴۲ ایشون این کتاب مختص به امیر و مؤمنین علی ابن عبی طالب میذاره گرچه اون جنگ هایی که ذکر شد، نهروان، صفین، جمل اینها هم مربوط به تاریخ امیر و مؤمنین میشه اما چون که بحث فتن بود اونجا، فتن هایی که بعد از پیانبر ایجاد شد اینا هم ایشون ملحق کرده به اون کتاب کتاب سرگذشت امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام از ولادت تا شهادت سرگذشت ابو طالب و ایمان او که ابو طالب مؤمن بوده ابو طالب یکی از حجج الهی بوده در روایتی از از امام باقر علیه الصلاة و السلام اگر ایمان ابی طالب را در یک کفه از ترازو بذارند و ایمان بقیه خلائق را در کفه دیگر البته مقصود از خلائق غیر از معصومین علیه مصالات و اگر در یک کفه دیگر قرار بدن ایمان ابی طالب رجحان داره سنگینی میکنه وقت میان میبینی میان به ابو طالب نسبت شرک میبندن نسبت کف میبندن در خطبه ازدواج حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره های مختلفی به قضیه ایمان ابو طالب هست اشعار اینشون هست دفاع ایشون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست تمام اینها رو کنار میزن میگن ابو طالب مشرکت دنیا رفته اما یک شخصی مثل ابو سفیان مؤمن و مسلمان بوده و از دنیا رفته ببینید بله چی؟ فقط به خاطر اینکه به امیر و المؤمنی علی ابن ابی طالب علیه السلام لطمه بزنم و مبارزه کنم متاسفانه وقت این قسمت به پایان رسیده این برنامه در قسمت بعد انشاءالله همه هتان خواهم بود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته